داره، وای فای داره، برق 220 داره، چای میته، قهوه میته، عین معادل تیاره است. اما چیزایی که تیاره داره اینجا داره. تلویزیون گفتن، وای فای گفتن، سیستم تکنولوژی پیشرفته که حال استفاده میکنه مردم دیگه. اینا کلی گفت میگه ما داریم ترانسپورت، یک نوآوری آوردیم، موتورهای وی آی پی از دنیا آوردیم با افغانستان و اینا دی دو روز میشه که افتتاح کردیم و شروع به کار کردیم. ډیر ښه او ډیر مخوښ شو او ان شاء الله رحمان خدای دې د نور تم توفیق ورکړي چې دغه سه موټر د سوی پی موټر راو بسی. ماشا الله ما نور ملکو کې دلی و خو افغانستان کې مې نه ول دلی او اوس مې په افغانستان کې مې ول ده او ډیر خوشاله یم. بله، یکی از خدمات ما و همچنان همی است یک شرکت ترانسپورتی اینجا تازه به فعالیت آغاز کرده، یک دو روز از افتتاحش میگذره و قسمی که شما میبینین ماشاءالله تمام شرکت های ما الحمدلله اینجا سهولت ها و ویژگی های خود دارن. و اسم فرزاد است، یک از کارمندان آسیا ترانزیت و در سه خدمت زوری مهماندار میباشم. بسیار خوب فرزاد جان، نام خدا چی تکلم زیبا و تیز. بشکر. سلام وطندار، سلام افغانستان و سلام مردم عزیز کابل و خوش آمدین به ترمینال پایتخت. و دوباره ما امروز در خدمت شما و خوشحال هستم که امروز دوباره حاضر شدیم به حضور شما. عزیزای دل، ما در ترمینال پایتخت قرار دارم و قرار است که بخیر نظر به اطلاعاتی که ما حاصل کردیم تغییرات بسیار عمده در ترمینال پایتخت ایجاد شده و به همون شکل اطلاع یافتیم که یکی از شرکت های شخصی موترهای وی آی پی را در خدمت مردم عزیز وطن ما که میخواین به صفحات شمال و به ولایت های شمال سفر بکنن در خدمتشان فعال نگه داشتن و افتتاح کردن. و فعلا ما ابراهیمی صاحب را همراه خود دارم و میخواییم که دوباره همراه شما معرفیش کنیم و خدا کنه که جور و سلامت باشه. سلام، سلام خدمت شما و خدمت بیننده های خوب شما. خیلی خوش آمدین ماریا صاحب بزرگوار. بخیر و سلامت باشین ابراهیمی صاحب. اویدم وطنای ما که اگر ویدیو قبلی ما را ندیده شما یک معرفی دیگان بکنین، یک مسئولیتتان هم یاد بکنین که اونا هم بفهمن. بله، اسم از حامد ابراهیمی تخلص میکنم، مسئول روابط عامه و سخنگوی ترمینال پایتخت. خیلی خوب ابراهیمی صاحب، ما خو معلومات حاصل کردیم دیگه که گفتین بعض تغییرات عمده آمده در ترمینال و فکر کنم که یکی از تغییرات بسیار خوب و عمدهش فاست فود و سوپرمارکت پایتخت است که ایجاد شده. بله، قسمی که در گزارش قبلی شما آمدین و ما تا حال را یک تغییراتی ویژه در ترمینال پایتخت ایجاد کردیم و این تغییرات ما روز به روز رو به افزایش هست و همچنان سهولت های ما روز به روز رو به گسترش و افزایش هست که ما عملا سرش کار داریم. ما در یک ماه گذشته تغییراتی که اینجا در ترمینال پایتخت وارد شده از جمله سوپرمارکت ایجاد کردیم که قسمی که شما میبینیم و دو سوپرمارکت است، یکی اینجا است و یکی هم در پایین ترمینال است و همچنان یا شاخه های دیگری هم که دارن شما در غرفه هایشون میشه که مراجعه بکنین، صحبت داشته باشین که در روی ترمینال است که یا فعالیت میکنن و ایجاد هدف سوپرمارکت ما همی بوده که ما بتانیم از دستفروش ها جلوگیری شوه و یک جای مشخص مسافرین بیاین و چیز خریداری بکنن، مواد غذایی و از اینجا سفر بکنن و همچنان دیگر تغییرات هم روی دست است. بسیار خوب ابراهیمی صاحب، خدا شما رو توفیق بده که بیشتر بتونن تغییرات و سهولت های بیشتر برای هموطن های ما ایجاد کنن. و بحث عمده دیگه ای است که در ترمینال شما میگن که یک شرکت خصوصی موترهای را ایجاورده که موترهای وی آی پی یاد میشه، درست است؟ و خدمات وی آی پی داره. اگر در مورد معلومات بتین که شما
چگونه با اونا کار میکنین و شرایطتون چی بوده با اونا؟ بله بله، یکی از خدمات ما و همچنان همی است یک شرکت ترانسپورتی اینجا تازه به فعالیت آغاز کرده، یک دو روز از افتتاحش میگذره و قسمی که شما میبینین ماشاءالله تمام شرکت های ما الحمدلله اینجا سهولت ها و ویژگی های خود دارن و عملا کار میکنن و این شرکت هم تازه آمده، چی بهتر میشه خودتان یک بار از نزدیک برین با مسئولینش صحبت بکنین، انشالله که در مورد سهولت ها و بس های مسافربریشان با شما صحبت خواهد کردن و همین قسم ما آرزو داریم که خدمات ما را بیشتر بسازیم و شاید یک شش ماه بعدی گذشته یا شش ماه بعد انشالله شما یک تغییراتی عمده را در ترمینال پایتخت خواهد دیدین که ساخت و ساز عملا جریان داره. انشالله ما هدف ما خدمت است، هدف ما این است که ما بتونیم یک ترمینالی اینجا ایجاد بکنیم یا باشه سهولت هایی را به بار بیاریم که مسافرین به فکر راحت و با خوشحالی با یک چشم باز از ترمینال سفر بکنند. بسیار خوب، مسئله خیلی خوبه که در مورد موترهایی که وطندارای ما سفر میکنن به طرف ولایات دوردست، مهمترین چیزی که است راحتی امو موتر است یا راحتی از امو خدمات از امو موتر است، و حالی هم که گفتن که او موترها خدمات خوبتر برای امو مشتریای خود یا امو مسافرین خود راه میکنه، جای خیلی خوشحالی است. با شما گفتن ابراهیمی صاحب که موترهای دیگه هم یا شرکت های دیگه هم که دیگرای هم کیجا هستن، شرکت های دیگه هم کیجا هستن، اونا هم میگن که بعضی از سهولت های دارن. دقیقاً الحمدلله تمام شرکت های ترانسپورتی که اینجا فعالیت میکنن تمامشان ویژه هستن، تمامشان سهولت های خاص خود دارن و این شرکتی که تازه تاسیس شده ای هم داره دیگه، بیشتر شاید خودتان رفت میرین و بخیر ببینین و ما از تمام شرکت ها راضی هستیم و از سهولت هایشان. تشکر ابراهیمی صاحب. خب دوستای عزیز با ما باشین تا آخر برنامه ما را یاری بکنین که بریم به طرف همو شرکت یا همو موترهای وی آی پی که چی تصاویر را میتونیم بر شما بگیریم و موضوعاتی که در مورد او شرکت است برای شما و سهولت هایش تصویر بگیریم و صحبت داشته باشیم. خب وطندارای عزیز، ترمینال پایتخت و دفترشان یکی از دوستان را با ما روان کردن و این شرکت هم با ما نشان داد و ما آمدیم نزدیکشان. اینا هم به شکل بسیار منظم کارمندایشان یا موجی صاحب که می خویم صحبت های امرایشان داشته باشیم. السلام علیکم. سلام برادر، خوب هستی؟ صحت شما خوب؟ بخیر، تشکر. سلام علیکم برادر. السلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. آقای صاحب انشاءالله که خوب باشین. شکر، تشکر از شما. بخیر هستین، جانتون جور است. اول خود تبریک باشه که افتتاح کردین شرکت، بخیر. والا تشکر از شما، تشکر از مقامات وزارت ترانسپورت که با ما همکاری کرد و شرکت ما را به سوی بسیار اعلی و خوب افتتاح کرد. آقای صاحب اگر بر ما معلومات بتین در مورد از این موترهای شما و بعضی از صحبت دیگه ای را که شنیده بودیم در موردش، گفتن بعضی از خدمات شما که بی نظیر از بین موترها. موترها ما خو شرکت آسیا ترانزیت 30 سال سابقه داره، 30 سال سابقه در موترهای عادی کار میکرد. بعد از سفر به خارج دیدیم که دنیا بسیار پیشرفت کرده، از دنیا هر چیز پیشرفت کرده. ما در سی ترانسپورت یک نوآوری آوردیم، موترهای وی آی پی از دنیا آوردیم با افغانستان و اینال در دو روز میشه که افتتاح کردیم و شروع به کار کردیم. دو روز میشه شروع به کار کردیم. موترهای ما با موترهای عادی زمین و آسمان فرق داره، اونا 62 چوکی داره، از ما 39 چوکی داره. خب یعنی هر چقدر تعداد مسافرین کم باشه اما قدر رسیدگی خوب میشه؟ نه، با رسیدگی خوب میشه، اما علت ایشیش که یا بسیار راحت استراحت میکنه، آزاد از تکلیف نمیشه، بسیار براحت سفر میکنه و در بغل از اینترنت داره، وای فای داره، برق 220 داره، چای میته، قهوه میته، عین معادل تیاره است. اما چیزایی که تیاره داره اینجا داره، مثلا ما مسافر ما میره ما بورنینگ پاس برش میتیم، بورنینگ پاسی خود میگیره، در موتر بالا میشه، بدون تکت در موتر بالا شده نمیتونه، ما تکت در موتر توزیع نمیکنیم، تکت دفتر توزیع میکنیم. درست حاجی صاحب، اگر امکان داشته باشه خیلی که بریم داخل و همون تو سیتا رو ببینیم همه خدمات از نزدیک. بیا بیا. دوستان شما تشکر، بخیر باشین. کجا میری؟ بخیر مزار شریفا. خود مزار میرید؟ او بیا خیلی که پایین
شم توشم کم گپ بزنیم برای خودت. ولی نه ولی نه. چون جور است. جور جوری خیره طبیعت خیره شوخی. خب ما با دری صحبت کنم خودت به پشتو جواب بده. پروا نلری او و اسم شما تخلص شما و کدام ولایت بخیر سفر داری؟ ما اسم ما نام شرابز خان کریمی دای. کریمی تخلص کریمی است. کریمی دای. کریمی سه مام یک دونه کریمی داریم. ډیر ښه ډیر ښه. او کریمی سه کدام ولایت سفر دارین شما؟ مزار شریف ته زما مزار شریف ته. خوب بخیر. چطور بود حالا اول موتر دیدین سیتای شدیدین خدمات را که گفته بودن بررسی کردین؟ ماشاءالله ډیر ښه او ډیر مخوخ شو او ان شاء الله الرحمن خدای دې د نور تم توفیق ورکړي چې دغه سه موټر داسې وی پی موټر راو بسی ماشاءالله ما نور نور ملکو کې دلی و خو افغانستان کې مې نه ولدلی او اوس مې په افغانستان کې مې ولده او ډیر خوشاله یم والله بسیار خوب بسیار خوب یعنی ای دیگه به سطح جهانی از دیگه کشورهایی که شما دیدین حال به افغانستان هم اومده میس او بالکل بالکل افغانستان کې ما پاکستان کې دلی و کنه داسې وی پی موټر کنه او دلته مې نه ولدلی موږ دا خوښ شو چې دلته په افغانستان کې مده پیدا شي او چې په افغانستان کې پیدا شو موږ ډیر خوشاله یو بسیار خوب تشکر از خودت دیگه سفر خوش داشته باش خیر سی اوات کریم سلام علیکم دوستا وقتی که داخل از این موتر میشن واقعا تغییرات هم متفاوت بودن احساس میکنه آدم پاکی و صفاییش و امور رقم نمیفهم که بعضی از خدمات دیگه ایره که موترها داره واقعا جالب است خب سلام علیکم برای همگی سلام علیکم سلام علیکم انشالله که همتون سفر خوش داشته باشین خب آجی سه بینه رسیدیم به داخل موتر خب گفتین 39 مسافر در اینجا جای میشه؟ ما دو قسم موتر داریم السلام علیکم ما دو قسم موتر داریم یکی موتر دراز 44 نفر یکی موتر کوتاه 39 نفر این موتر وی آی پی 44 نفری است که 44 نفر دیش میه به یک قسم موتر عادی 65 نفر میه از ما 20 نفر از اون موتر کده سواری کم میبرن یعنی استاندارد دنیاست اونا که افغانا که از پیسر بسیار دوست داره و اگر دنیا 50 چوکی داشته بیم باشه یک 20 تا زیاد میکنه ما را گسپند ناره دهش تخته میکنه به میگه بره بازار دهی میتونی راحت بری دهی هیچ تغییر آوردن نه ما آورده میتونیم و نه میایا چرا این سیستم برق 220 داره از یک چوکی ده دیگه چوکی میتونی چی تا چارج کنی اینجا پلکای برای چارجر یو اس بی داره نه اون چالان است اون میبینی اون چالان است درست بسیار خوب بسیار خوب خب در پهلوی از این سهولت ها حاجی صاحب اگر بگین که چوکی های از چی متفاوت است چی تفاوت داره با موترهای دیگه عادی چوکی های حاجی خب ما تو رو گفتم استاندارد تیاره است این چوکی تیاره یک چیز است فاصله زیاد است مثلا میشن چای بخوری اینجا نان بخوری لپتاپ یک میز غذاخوری داره اینجا چی داره برای گلاس چای اینا او را رفتید او هم اونجا چای مانده میشم او را که تقیل کن تلویزیون هم داره اینترنت هم داره چای قهوه جوس امشب اینا اگر با ما سفر میکردی مسافرین نمیدیدی که مهماندار ما بر از اینا چی چیزا در آمیتن درست و این قسمتی که شما باز چای قهوه اینا را تیار میکنن یا ماندین در کدام قسمت نه یا زیر چی داره دیپو داره در کابینش چیزی هست؟ زیر کابین دیپو داره اینجا دیپوش هست از اینجا همه چیزی اینی رایش هست در اینی رایش هست از همه چیزی در داخل دیپوش هست درست خب آجی صاحب اینترنت گفتین که داره ای باز اینترنت شما چه رقم حالا فعلا فعال هست او نه اینترنت چون ما موتر ما سیستم داره اما دولت مودی هم برازی نداره یعنی چپ نداره که با ما اینترنت بده خود دولت حالا تلاش هستن که با ما مودی هم بده که آن لیمیتد اینترنت داشته باشه اینجا اینترنت 100 جی بی و 200 جی بی کار نمیده و اینترنت با سرعت و تیز باشه چرا که 30 نفر 40 نفر در عین زمان اینترنت استفاده کنه بسیار یک اینترنت قوی کار داره که تا فعلا ما با بسیار شرکت ها مراجعه کردیم اما متاسفانه مودی هم نداره و اگه یا ندانستن آورده باز ما خود ما از خارج وارد میکنیم که اینیا برای ما سیم بتم درست حاجی سبی موترا سیستم داره که باید در مودم فعال شوه اینترنتش یا که از ساتلایت مستقیم شما نه یا مودیم داره مثل تلفن واره تلفن موبایل واره یا مودم باید در دستگاه اینترنت وصل دستگاه و دستگاه و در برق وصل میشه خودشان چی باز وای فای میته بر مشتری کل مشتری وای فای میته بسیار خوب و نرخ که تکت شما چقدر است نظر به موترهای دیگه عادی چه فرق موتر دیگه فرق داره از ما 12.5 است از 8.5 یک 3.5 فرق به این داره که از ما تعداد چوکی سو نظر به خدمات ما کرای ما بلند است
یعنی ارزشش واقعا کسایی که اگر سفر کرده باشه در این موتور حتما ارزش داره که 3.5 ساعت زیادتر بتن هم از اینترنت استفاده بکنن. نه تو چی گفتم میتونی نما وقتی که یک مسافر از اینجا مزار برسه و در اونجا در میریش تو بیه و باز برات میگه که آیا ارزش داشت یا نداشت، آیا ما را این مردم که وعده کرده بود گفته بود به ما مو خدمات داد یا نداد. همین چوکی من بیادر ما که تو فعلا ششته میتونه خوب آرام خواه کنه. تو چوکی در این موتورهای دیگه دیدی که آدم تاجر هستی، امیق چوکی کلان در این موتورهای دیگه دیدی ندیده. بسیار خوب آجی سب، ما که میبینم نظر ما اگر شخصی بر وطندارا بتم آل چیزایی را که شما تشریح کردین به این سهولت در این موتر و سفر طولانی تا مزار میداشته باشدم باید امی رقم موتر راحت باشه. بله بله. کم تلفون تا چارج بتونی هم راحت باشه و یگان خدمات قهوه و اینام که بر میتن آره همه میتن. چیزیم شو در آبرش یه ارزش داره که 300 افغانی آدم بالاتر بده یه خو اگر یکی خو ارزش ازیر داره که قهوه و چای و چیزا برات میاد که که راحت هستن درست با آرام هیچ مشکل نیست و ما چی داریم مثلا شو موتر میره یک تحفون در موتر جور میشه ما چی داریم سیستم هواکشی هواکش هم داریم اما کسی داریم مهماندار ما که ایره چی میکنه ایر فرشر میزنه اسپری میزنه پس هم آواره برای مسافرین تازه میسازه درست ایر فرش میکنین دیگه مجبور هستیم مثل تلفن واره نه بسیار یا موبایل واره رفرشش میکنه چون فاصله ولایت شمالی کس فکر کنم همون کم شاید 400 یا 300 باشه 8.5 الا 10 ساعت در زمستان این الا 12 ساعت چی داره تا مزار و اینا را که سفر میکنه این 9 ساعت اگر انسان در یک جای ناراحت باشه بسیار سخت هم میشه. بله بله. خب تشکر آجی صاحب، میریم طرف از اون تاجر ما. شما مهربانی با تاجرای ما صحبت کنی که تاجرا یک رخت مخت باز بر مردم ارزان بده. این برادر ما یکی از مهمانداراست و کسایی که مسافرین اینا همراهی میکنن و ازشون پذیرایی میکنن. سلام علیکم. سلام علیکم برادر. برادر خوب هستی؟ صحتتون خوب باشه. اسم شما؟ اسم فرزاد هستم، یکی از کارمندان آسیا ترانزیت و در سه خدمت زوری مهماندار میباشم. بسیار خوب فرزاد جان. نام خدا چی؟ تکلم زیبا و تیز. تشکر. فرزاد جان در قسمت آگاهی و مهمانداری تیاره خوب به چند زبان انگلیسی و دری و پشتو فکر کنم که معلومات داده میشه. شما مهمانای خارجی هم بعضا دارین که به انگلیسی باید برشان معلومات بتین یا همراهی شوال؟ بله چون شرکت ما نو به کار آغاز که مسافرین ما زیادتر از ترکیه از ایران از جرمن اینجا مسافرای هستن که میان خانه هایشان طرف کندز مزار اینجا خانه فامیل هایشان هست و به دیدار فامیل خود میرن چون اونا اگر زیادتر عمر خود در کشورهای خارجی سپری کرده باشن زیادتر به زبان های پشتو و فارسی بلدیت نمیداشته باشن ما سیستم را نظر گرفتیم که در زبان های پشتو انگلیسی دری و در آینده های نزدیک با سیستم ترکی حتی با زبان ترکی میتونیم با مسافرین خود برسانیم به ارزششون که آگاهی شه که برشون بتیم بتلایشون که بس های وی آی پی آسیا ترانزیت دارای همچین امتیازات می باشه. بسیار خوب. و یک بعضی از مسائل که در خود امی آگاهی نامه از این شرکت نوشته شده در اینجا نوشته است که وسایل غیر مجاز در بس ورود چی چیزهایی در بس های وی آی پی ممنوع است مثل قیچی و چاقو و پلاس و بعضی از چیزهای دیگر داخل اجازه نمیتن. خب فرزاد جان تشکر از خودت، تشکر از معلوماتی که دادی به حوصله مندی و دیگه خودم امشب سفر داری با این موتر؟ انشالله بخیر، امشب ما پذیرایی میکنیم از مهمانان طرف مزار شریف، انشالله بخیر من مهماندارشان هستم تا مزار اینا همراهی میکنم، انشالله که از مهمانداری من راضی باشن و هرچی در خدمت مسافرین هستم، هرچی از دستم میاد در امکانات ما دریغ نمیکنم از شما. تشکر از اینکه وقتتون رو برای ما سپری کردین، برای ما گذاشتین، خواهشمندانه اصلا خواهش میکنم که بعد اطلاع دوستان ما برسونین اینجا که آسیا ترانزیت در خدمت شما است، آسیا ترانزیت پرسنل آسیا ترانزیت همش در خدمت و در خدمت مردم است، بس های وی آی پی میتونن سفرتون راحت دهی انجام بدن. ما انشالله که مطمئن هستم امروز همه مسافرین از این بس انشالله به خوبی میرسن و بسیار خلق خوش چون خوش و خوشحال میباشن و فرزاد جان که مهماندارشان است مخو دمی چند دقیقه دیگه بسیار راضی هستم از خودت و خیر ببینی که قدر گپای خوب زدی برای ما و تشکر از خودت. تشکر. بخیر باشین. خب وطندارای عزیز فرزاد جان مهماندار همین بس است که امروز مسافرین تا ولایت مزار همراهی میکنه. خب دوستای عزیز میریم به طرف یک از وطندارای دیگه خود که امروزشون صحبت داشته باشیم، باز بعدا انشالله از اوجا دیگه با شما خداحافظی میکنم. باش که من خودم هم مونده شده بودم. اسم شما؟ عبدالفتاح خانزاده. عبدالفتاح خانزاده از اولسوالی شولگره ولایت بلخ. بسیار خوب فتاح جان، ما ببخشی که امروز زیاد گپ زدیم گوشایم گرنگ شده.
خب شما کاروبار چی رو میکنید؟ از ما کاروبار رخت فروشی است، تیکه فروشی است، چون ما میتونیم که از ویش هم میاریم، از کابل هم میاریم، از خودمون در گلسوالی هستیم، دیگه از مزار هم زفت میگیریم. شما در ولایت مزار دوکان دارین؟ ما در گلسوالیش هستیم، گلسوالی شولگرم میگه. خود شولگرم؟ آه. خب چند بار در موتر سفر کردین شما؟ نه، این بار اول است. این بار اول است؟ بله. از همون وقتی که شما جسب داخل شدین؟ بله. کدام احساس را یا تغییرات را اس کردی خودت؟ خاطر من یک چیز نو که بود، مردم هر چیز اس میکنه، هم چوکیشی از فراخ است، یک چیز نو است، مدرن است، برای مردم یک درگه یک چیز جالبتر خوبتر معلوم میشه. از هر نگاه برای مردم فکر میکنیم که راحت تر است، چون بخاطر که ما سفر با طیاره ای گپام کردیم، فکر میکنی چوکی تیاره با یک قطع فوت نداره، هم تو راحت است، هم تو منظم است، کلی چیزش. اینا میگن قوه میتیم به اصلاح، خویش هم بر صورت، خوی یک سیستمی کاروبار بازاریابی خودشان است، دیگه ما دو چیزی نمیگیم، منطقه خوب است، بد نیست، حالتش خوب است، خداوند بر همهش خوب کنه. انشالله. خب یک چیز دیگه رو بگیم که میزک نانخوریش مثل تلویزیون گفتن، وای فای گفتن، سیستم تکنولوژی پیشرفته که حالا استفاده میکنه مردم دیگه، اینا کلی گفت میگه ما داریم. آجی صاحب هم گفت که بسیار نزدیکی میکنه با چوکی های تیاره و فکر کنم در اول اگر تیاره حرکت میکنه یک جدکیت میتماشم که موتر جدکه میتونه نه؟ نه دیگه، خب نظر به ما تعلق به دریور ما داره دیگه، اگر اون مسلکی باشه شاید باید یک جدکه که گپان نتانم. خب یعنی از یعنی نشان نمیده که از زمین پرواز میکنه یا پس زمین زمین حرکت. بله. خب تشکر از خود داجی صاحب، اگر چیز گفتنی دیگه مونده کمره در خدمت باشین. بخیر باشین. از تمام مشتری تقاضا میکنیم در قسمت پاکی و نگهداری موتر باید خانه خود ماست، چون بخاطر که یک شبانه روز که ما مسافر میشیم فکر میکنیم خانه خود ماست، ما در قسمت باید توجه داشته باشیم. خداوند تمام تاجرای ما را توفیق نیک بده که یک چیز خوبتر و بهتر در وطن ما شما بیاره که ما شما با سهولت رفت آمد کردیم. لیکن مشکل راه سرک هم است که زیاد خراب است، همیم که بخیر مشکل شل شد و قیر شد و منظم شد و رفت آمدش جدا شد جور شد، چون همو کسبکار ما که آزادانه میتونه موتر یا هر چیزی که بگیره در محیط خوبتر و بهتر میشه، چون اکثرا میترسد راه یک ذره خراب است دیگه، از دو دوراق میشه موتر شیگه پاش. از لحاظ امنیت چطور از دی وقتا را؟ فعلا شکر از وقتی که امارات اسلامی افغانستان است اید نو کدام خوفی بیمینیست، ما اکثرا نقه وقت امی کمتومی که هستیم به اصلاح نظر به وست توان هرچی که بود، اکثرا در حکومت پیش که بود پول در اکاونت منداخته می آمدیم اینجا یک روز طول میکشید تا نایفون 24 ساعت چی نشه برد نمیداد، یا تسکرید نمیداد نمیداد، یا به اصلاح اما قپولی که انداخت میکرد اینجا میامدی به او انداز تسلیم نمیکرد و مشکل بود. حالا اکثرا کم داره زیافت داردم جیبه که خود منداز آزاد آنم میبره و میارید کنم گفت نیست. خدا را شکر و انشالله که از این زیادتر سهولت ها بیاد در کشور و میرقم در تجارت های کاروبار ما شما. تشکر آجی صاحب، از خودت سفر خوش برات میخواییم و انشالله که بخیر برسید. مزار شریف خدمت باشه. بخیر سلامت باشید. تشکر. خب دوستا و وطندارای عزیز، سینی هم وطندارای دیگه ما هستن که جا اینا میخواین امشب سفر بکنن به طرف ولایات شمال و این بود گزارش امروزی ما و خدا کنه که تانسته باشیم سوالات را که خلق شده بود و پرسان بکنیم و موضوعات که در مورد از این موتر و در مورد از شرکت بود پرسان بکنیم و حاجی صاحب معلومات داده باشه. خب دوست عزیز، تا گزارش و برنامه بعدی ما خداوند یار و نگهدارتان. خدا حافظ.